سلام، توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که نشانه‌های اعتیاد به کال آف دیوتی موبایل چی هم. یه عالم خبر جدیدم در مورد مسابقه دارم، مسابقه که قرار اجرا کنیم و یه عالم سی پی رایگان بهتون جایزه بدیم. یه چند تا ترفند جدیدم برای ترکوندن تانک توی همین ویدیو میخوام بهتون یاد بدم. یه اتچمنت جدید AK-47م براتون چیدم که فوق‌العاده دقیقه. توی همین گیم پلی هم یه چند تا پلیر کل بازی رو کم کرده بودن که فقط منو ببینن و منو بکشن. یک مقداری تربیتشون کردم. بریم یه چند تا هایلایت ببینیم و بریم سراغ اون همه چیزی که بهتون گفتم. آره، بزن بریم. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ دوباره برگشتم با یه ویدیوی توپ دیگه. ویدیوی امروز هم در مورد اعتیاد به بازیون نشونه هاشه. همین اول بازی هم بذار اینو براتون والبنگش کنم و پشت دیوار بزنم و بقیه بکتون تعریف کنم. همین اول هم اولی نشونه یه اعتیاد به بازی رو بهتون بگم. البته قبلش اگه داریم با خانواده نگاه میکنیم، بین یه جا هنسفری بذاری، نمیدونم یه کاری بکنیم که اینا نشنون، که دیگه قفلی بزنن روتون بگن آره تو معتاد بازی و دوباره شروع کنه پدرتون یک ساعت براتون در مورد بازی و امتحانات و دست و اینا حرف بزنه. از همین الان یه فکری کنید دربارش. بریم سراغ نشانه اولش. بچه ها، نشانه اولش اینه که اگه پولی تو جیبتونه، اولین کاری که این بهش فکر میکنید اینه که این پولو بدیم بتل پس، بدیم سی پی، بدیم اسکین، یا کلن یه فکری داری میکنین که یه کاری کنین که برین این خرج برای گیم بشه. چه میدونم، برین انگشتی بخرین یا اینجور چیزی. که کلن من زیاد دیدم اینجور حرکت ها رو، یعنی خودم هم جزشون بودم. یعنی مثلا میگم اگه فکر کنین من 10,000 تومن داشتم، یا 10,000 که نه، مثلا 50,000 تومن داشتم، هی میکردم ببینم بهینه ترین حالت خرج کردن این 50,000 تومن برای من چیه که بتونم توی بازی پیشرفت کنم. یکی دو بارم خواستم بدمش، مثلا میگم بدمش انگشتی که نکردم و آخری پول رو نگه داشتم که آخری باش مثلا یه دیوایس خریدم کم کم. راستی بچه ها، یه عالم خبر جدید براتون دارم. آره، حالا اونا چی هنگ خبر جدید ها؟ همون جوری که چند روز پیش بهتون گفتم، فکر کنم یه هفته پیش بود، 4 روز پیش بود، دقیقا دست نمیدونم که بود، بهتون گفتم که یه خبر جدید خیلی خوبه که کلن قراره کمیونیتی رو کلن تغییر بده و یه عالم اتفاق جدید بیفته. خب گفتم اگه حدس بزنید بهتون جایزه میدم. این چند روز رو خیلی 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 درگیر این بودم که ببینم این قضیه درست میشه نمیشه. یعنی واقعا بچه ها کار سختیه، واقعا کار سختیه. یعنی فکر کنید من از اون موقع تا حالا، یه هفته قبلش، یعنی حدودا یه هفته و نیم دو هفته پیش قبل تا همین امروز، تا همین الان که دارم ویدیو رو میسازم برای شما، درگیر این قضیه‌ام. یعنی قضیه به این آسونی‌ها پیش نمیره، ولی امکان 95%، امکان 99% حتی توی همین هفته ای که داره میاد، یعنی توی 7 روز آینده این قضیه دیگه اوکی میشه. یکم لیک ازش بهتون بدم، اونم اینه که بچه‌ها قرار یه عالمه جایزه بهتون بدیم. چه میدونم، بتل پس، سی پی، 5000 سی پی، حتی امکان داره یه کامپیوتر گیمینگ هم بهتون بدیم که توی لایو گیم قرعه کشیش کنیم و یه عالمه از این جور چیزا. ثبت نام هر کدومشون هم به امکان خیلی زیاد، به امکان خیلی زیاد تقریبا میشه گفت قطعی، اینه که مثلا من یه ویدیوی درست میکنم، میگم بچه‌ها تو این ویدیو مثلا میگم فلان جایزه رو میخوام بدم، خب یه سوالی از شما میپرسم مثل همون ویدیوی قبلی، میگم مثلا برنده این سواله تو ویدیوی بعدی بهش مثلا یه دونه 5000 تا سی پی به این میدم، یه دونه 5000 تا سی پی به اون میدم، چند تا بتل پس به این میدم، چند تا به اون میدم و اینجور چیزا. هر کسی که جواب سوال درست بگه. این کار رو حتما هم توی یوتیوب میکنم هم توی اینستاگرام، پس حتما جفتشون فالو داشته باشید. اینجوری نباشه که مثلا اینستا رو فالو کنین، یوتیوب رو سابسکرایب نکنین. چرا؟ چون که مثلا من اینجا یه سوال میدم، اونجا یه سوال میدم، جایزه اونجا 5000 تا سی پیه، امکان داره جایزه اینجا یه دونه کامپیوتر گیمینگ باشه، خیلی از اینجور چیزا. بعدش هم خیلی از این جایزه ها 24 ساعته. یعنی چی بچه ها؟ یعنی که مثلا من یه سوالی
مثلا این ویدیویی که الان میبینید توی چی سوال میگم، تا ویدیوی بعدی که کلا 24 ساعت وقت دارین که جواب بدین، دیگه بعد از اون اگه جواب درستم بدین جایزه دریافت نمیکنید، چون که زمان مسابقهش دیگه گذشته. پس حتما سابسکرایب کنین که حتما ویدیو رو ببینین، حتما توی مسابقه ها شرکت کنین و بتونین حداقل یه شانسی برای سیپی بردن، چون که بچه قرار خیلی سیپی بدیم، یعنی فکر کنین نمیدونم 10,000 تا 20,000 تا سیپی بدیم یا عالمه پتس پس و اینجور چیزا. پس حتما ویدیوها رو دنبال کنین، هم توی اینستاگرام که باید اونجا فالو کنین، اینجا هم حتما سابسکرایب کنین. خب بریم سراغ نشونه دوم، اعتیاد به کال آف دیوتی موبایل. بویز بچه نشونی دومش اینه که هر موقع یه نفر میاد بهتون میگه که آره چی کار میکنی، میگه آره دارم کال آف موبایل بازی میکنم، میگه بیا بریم بیرون، میگه نه میخوام بازی کنم، میگه مثلا بیا برو یه دو تا نون بگیر برای خونه نان نداریم بخوریم، میگه نه دارم بازی میکنم، میگه هر چی بهتون میگن دوستتون زنگ میزنه میگه بریم بیرون، میگه نه دارم کال آف بازی میکنم. این هم یکی از اون نشونه هاست که خودم داشتم، که بایدم داشته باشم، نفر اول دنیا بودم خیلی سرم، به خاطر همین داشتم 24 ساعت بازی میکردم. اینم که همون نشونه هاست که اگه شما به کال آف دیوتی موبایل اعتیاد دارین 100% دیگه فکر نکنه وقتی بیرون رفتن اینجور چیزا زیاد داشته باشین، میرین اولی کم، مثلا اگه روزی 1 ساعت بریم بیرون 10 ساعت بازی میکنین. اینم یکی دیگه از نشونه هاست. این طرف هم بچه ها کنین ایدراب، خب لوتش کامل رفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتما 4 نفر لوتش کرده دیگه روی نقشه من مارک ایدراب رو نمیبینم، به خاطر همین راشتشون ندادم، چون که اگه راشتشون میدادم اینا هم وست داشتن 100% هم اسلحه های ایردراپی داشتن، راحت هم میدونستن منو بکشن، چون فقط دفندرم به جز اون فقط میتونستن دیگه فرار کنم، به خاطر همین گذاشتم برن یکی دوتا نیدم انداختم، گفتم شاید یکی دوتاشون رو بگیره که بتونم راشتشون بدم، که هیچ کدومشون رو نارنجک نکشت و اونا رفتن و منم رفتم یه تهمونده از لوتشون استفاده کنم، مثل این گداها، مثل این گداهای بدبخت. خدایا مثل یه لوتی. آره رفتم یه دوتا تهمونده یه وستشو فکر کنم عوض کردم، وست داغونم و وست دوشو برداشتم، الان دارم میرم یه ماشین بردارم برم ببینم چه خبره. تا میریم یه نفر رو میبینیم بریم سراغ نشونی سوم، اعتیاد به بازی های موبایل یا کال آف دیوتی موبایل. نشونه سوم توی آینه میتونیم ببینیم، یعنی همین الان که بریم پای آینه میفهمیم که آره نشونه سوم دارین یا نه، اونم اینه که بریم نگاه آینه کنیم و ببینید چشمتون قرمز هست یا نه. بیشتر اونایی که اعتیاد به بازی موبایل دارن چون که خیلی به صفحه موبایلشون نگاه میکنن چشمشون قرمز میشه، مثل خودم. حالا من خودم آدم چیکار کردم، چون تازه انقدر دیگه من بازی کردم دیگه مثلا فکر کنین یک سال و بیشتر دیگه گذشت، دیگه چش درد میگیره، کمی امکان داره چشمتون هم ضعیف شه. حالا یه راهی که من انجام دادم برای این قضیه که زیاد به چشمتون آسیب نرسونین، حداقل بعد اینکه یه گیمر حرفه‌ای شدین دیگه کور نشین، وقتی کور بشین دیگه هیچی تو زندگی تقریبا ارزش اونقدی نداره، هیچی فکر کنید هیچی به سلامتیتون واقعا نیست تو زندگی. تنها کاری که میتونید برای این قضیه کنین یه فیلتر هست به اسم فیلتر یلو فیلتر، بهش میگن یلو فیلتر، نایت فیلتر هم بهش میگن. میتونید به این توی اگه اندرویدین، اگه گوشیتون اندرویده برین توی پلی استور دانلودش کنین، اگه iOSین برین توی اپ استور iOS اونجا دانلودش کنین. همینه که سرچ کنین یلو فیلتر یا نایت فیلتر، براتون یه دونه فیلتر میاره که صفحتون رو یکم زرد میکنه. اولش که اینو فعال میکنین حالتون به هم میخوره، یعنی واقعا حالتون به هم میخوره، این چه آشغالی، چه انقدر گرافیک بازی داغون شد، چه انقدر رنگا انقدر بده، یعنی انگار که همه چی زرد میشه. خب ولی بچه این فکر کنین اصلا هیچ تاله هیچی انقدر ندیدم تاثیرگذار باشه روی چشم، یعنی اصلا قرمزی چشم، چه میدونم سوزش چشم، همه رو ابی میبره. خب بعد نکته جالبش هم اینه که چی، بعد از فکر کنین بعد از یکی دو روز که ازش استفاده میکنین اصلا انگار نه انگار این فیلتر اونجاست دیگه، عادت میکنین اصلا اون حالتون از بازی بد نمیشه، خیال میکنین همیشه رنگ بازی شما همین بوده، سطح بازی هم که همینجوری که میبینید خداست بچه ها. یه نفر دنبال همه، یه هلیکوپتر اون وره، یعنی کلا این یه تیکه خیلی شلوغه، یه دونه ایدراف هم تازه میخواد بیفته اون وره، ناکنین اون هلیکوپتر داره میره اونجا، اینجا این طرف داشت بوق میزد جاهلی میومد دنبالم داش نفس کش، حرف چی بود؟ رفتم بالا ماشینم وایسادم ببینم حرفی داری، یه دونه نیدم حرفه چسبونم بهش نبینم دیگه این ورا. خب دیگه این سوار ماشین میموشیم بسته دیگه، خزی بازی بریم مارک کنیم ایدراپو، بریم ببینیم یه دونه اینجا مارک کردم ایدراپو، برم ببینم یه دونه اسلحه میتونم درارم یا نه، فقط ببینین چه خبر بود. متاسفانه یه تصادف ریز میکنه این بازیکن، چون که بدترین راننده این بازیه. ماره یه دونه ایدراپ نکنین اونجا زدن، یه دونه هلیکوپتر اون بالاست که هنوز هیچ کس اونجا نرفته، یه چند نفرم صدا پا دور و برم دارن، یه نفرم اینجا رفت اینو لوت کنه. خب نکن یه نفرم پرید کنار دنده عقب مستقیم رفتن،
چرا؟ چون که اگه میخواستن دور بزنم امکان داشت تو این فاصله که دارم دور میزنم سرعت ماشین کم بشه، بعد چون که این نفر دیگه هم فرید بخوش دادم پشما، سرعت ماشین کم بشه، وقتی که سرعت ماشین کم میشه راحت میتونن با ایک چلف ماشینتون رو بتری کنن. خاطر همون دنده عقب رفتن که سرعت کم نشه، کسی نتونه بپره تو ماشینم یا بکشدم. چون حتی اگه یک کمی پرید تو ماشینم تو اون موقعیت، اینجا رو فقط داشته باشین، یک دو بابا دست خوش داشت، بابا دست خوش داداشم، اصلا داشومید چه دوتا کیل پشت سر همون ماشین دزدید و رفت. خب بچه دیگه اینجا یه دوتا کیل زدیم و فرارمون کنیم. آره داشتم بهتون میگفتم اگه تو موقعیت یه نفرم میپرید تو ماشینم، من اگه اونجا پیاده میشدم با اون طرف درگیر میشدم، از زمین و آسمون پلیر میباید. یه نفر ایربون زده بود، یکی هلیکوپتر بود، دو نفر دست چپ درگیر بودن. حتی اگه این کسی هم میپرید تو ماشینم بازم میکنم مردنم بود. اینجا اومدم اینا رو بزنم، طرف دیدم پشت اون تراکش نشسته، بخاطر همین سریع فرار کردم. طرفم تو هوا چند تا تیر بهم زد، شک کردم که چیتر میتر باشه، چون خیلی سخته واقعا تو هوا به نفر تیر بزنی، مخصوصا وقتی که پشت تراکتون. اینجا ناگهان تکون نخوردم که طرف بیاد نزدیکم، چون که میدونستم طرف وست 3 داره، آدرم داره، چون دیدمش اونجا که پرید. یه لوت ریزم ازش بزنیم. یه نکته خیلی مهم همین الان بهتون بگم در مورد لوت کردن. وقتی که یه نفر لوت می‌کنی یاراش تو بران، سریع لوتاشو بزنین و فرار کنین. چرا؟ چون که اون یاراش شما یه نفرین دیگه، اون یاراش امکان زیاد چند نفر امکان داره با ایربوم بیاد برای داگتک، امکان داره یکی یاراش با ماشین بیاد. تو هر لحظه امکان داره چند تا پلر از جایی که نمی‌دونین کجاست یهو بپرن جلوتون. مخصوصا ایربون دیگه خیلی قاطی شده، ایربون و اسنوبورد. خاطر نمیدید بچه‌ها، من رفتم اون عقب یه لوت ریز زدم، آدرشو زدم، دوباره برگشتم. دیگه وستشو بر نداشتم که وستش هم مطمئن نبودم ترکیده یا نه. اومدم اینجا دیدم وستش ترکیده. یه دلیلی هم که بازی بچه‌ها خیلی شلوغه که قبلا فکر کنم بهتون گفتم، اونم اینه که این اکانتی که خریدم رنگ هفتم جهانه، انگار که من نفر هفتم جهانم، سول اسکواد تکی اومدم، دارم با اسکوادایی که چه میدونم لیدر بردم با همشون دارم بازی میکنم. بازی هم انقدر شلوغه نتونستم یه دونه گان که مال خودمه از ایدراپ بردارم، که اصلا مهم نیست. یکی از دلایلی که میبینم خیلی پلیرها میمیرن اینه که به زور میخوان ایدراپ اول رو لوت کنن. وقتی که میرین ایدراپ اول میبینین 100 نفر رو ایدراپ هست، اصلا شانس زنده موندن اونجا ندارین. چند نفر رو ایربورنن، چند نفر هلیکوپتر اونجا دیگه بچا، بازی شانسیه واقعا. اصلا دیگه سطح بازیتون قوی ترین پلیر جهانم بذارین اونجا میمیره، چون حتی 10 نفرم با یه اسلحه بکشه، این نفر دوباره با ایربو میپره پشتش میکشه. خیلی این قضیه راحت حل شده. شما یه نفر دارین با تیر میزنین، این نفر با ایربو میپره پشتتون، چون که اسلحه شما فقط تیرش به یه نفر میخوره، اون پشتی میاد شما رو میزنه. دیگه شما مثلا وقتی که تیر میزنین بازیتون قوی میشه، تیراتون که 10 نفر که نمیخوره، فقط یه نفر میتونین بکشین. این طرفم فکر کنم هدفون نداشت، یا همون هنسپی نداشت، چون که یا اینکه اسنوبوردم باک شده بود دیگه، کالاف دیگه چی بگم. آره عزیزم اس تو بده بیاد مدباس نمیدونم اسمش چیه، اس تو بده بیاد دریم. سریع هم اولین کاری هم که میکنیم وست رو تعمیر میکنیم، چون که وست واقعا مهمه تو بازی. یعنی وست نداشته باشی هر لحظه امکان داره که دو تا تیبت بزنه کمپه چیزی بکشه. اون بالا بچه دیدین طرف کلاس مدیک گذاشته بود، این یعنی که چی؟ اونجا پلیر هست. حالا من حواسم جمع به اون بالا، جلو من صدا پا میاد، بخاطر همین سریع اول سعی میکنم این جلوی مو بزنم. با یه موومنت عالی هم کشتمش که حتی یه دونه تیرم نخوردم. بعد دوباره حواسم جمع میشه اون بالا، یه نگاه هم نقشه میکنم ببینم چند نفر تو بازیه. اینا هم پریدن، صدای پرش اینا هم سریع رفتن. حالا من به این قضیه شک کرده بودم که اینا، خب چون که دو نفری پریدن روم، چون تا این طرفو زدم طرف فهمید که این اصلا M4ه، بعد اسمم هم دید، شک کردم که اینا منو میشناسن، امکان خیلی زیاد میان دنبالم. به خاطر همین رفتم این بالا های گراندو بگیرم، سریع برگردم. میدونین جالبه قضیه چیه؟ کسی که تیمی که اون بالا کم کرده بود توی آسیاب، یهو میان دنبال یه پلیر دو نفری میخوان به زور بکشنش، ولش هم نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی که این پلیر رو میشناسن. آخه اصلا قفلی زدن کل بازی رو، کم کردن که منو بکشن. حالا خیلی از شما دهن من یکی رو سرویس کردین، یا خیلی از یوتیوبرهای دیگر رو، که آقا شما چرا اگه جرأت دارین اسمتون عوض نکنین، اگه مردین اسمتون عوض نکنین، چرا میترسین اسمتون عوض میکنین؟ بچه به همین دلیل طرف کل بازی رو با یارش اون بالا کم کرده بود توی آسیاب، که چی؟ که فقط منو ببینه دو نفری بیا منو بکشن. یعنی واقعا ببینید کل بازی رو کم کرده بود. شما فکر کنید این اتفاقو من هر بازی میدیدم این اتفاقو، به خاطر اینکه اسممو عوض میکنم. حالا متاسفانه این اکانتی که خریدم
ریجنش هنده، تغییر اسمم توش باگ شده، یعنی من نمیتونم کارتشو بخرم. البته همین خیلی خوبه که یه فکر کن یه دو هفته اینا چادم یه ماه نتونم اسمم عوض کنم دیگه. تو گیم پلی ها میبینین اینجور چیزا رو، دلیلشو میفهمید چرا ما اسممونو غیبی میذاریم یا اسممونو همش عوض میکنیم. دلیلش همینجور چیزاست، طرف کل بازی رو لوت میکنه، حتی بات هم نمیزنه که اسمشو من نبینم، که یه زمانی مثلا بازیمو صفر نگیرم که بازیو شل بگیرم تونتون راش بدم رو پلیرا، مثلا شده من 30 تا کیل دارم یهو میبینم یه اسکواد یه جا میپرن رو، مثلا اسمایی که میشناسم، مثلا طرف کلد معروفه، بعد مثلا همونجا صدر باز میکنی میگی چرا اینجوری بازی میکنین، تا حالا مثلا من 30 تا کیل تو نقشه گرفتم تو یه دونه کیل هم نگرفتی، فقط کم کرده بودی که منو بکشی، صدام باز میکنی میبینی اسکرین شات میگیره و میگه آره ما بازیمون بهتره تو نوبی از اونجوری حرفا. به خاطر همین آره اسممون غیبیه، به خاطر اینکه کل بازی رو نبینیم 4 تا 5 تا اسکواد با هم دیگه کل بازی رو کم کردن، 10 نفری فقط میخوان بریزن رو تو رو بکشن، که یه اسکرین شات از اسمت بذارن توی اینستاگرام که آره بقیه بگن این آدم پرو است، که حالا طرف 10 تا فالوور هم نداره هیچکی نمیشناسدش، بعد دو روز دیگه بگه آره امیدو زدم من حرفه‌ای ام. حالا بعضیاتون دیدم این کارو میکنین، اسکرین شات میذارین مثلا میگه آره امیدو زدم، اینو اوکی ها، بعضیا مثلا توهین میکنن، طرف میگه آره این نوبه هیچی بارش نیست ناکو این زدمش، چه میدونم الکی یوتیوبره، الکی اصلا چه میدونم لیدر بورد رفتنمو میذارن کنار، 160000 170000 کیل زدنمو میذارن کنار، بازی خوبم اصلا نمیگم بازی بهترین بازی یا اینجور چرت و پرت، حداقل بازی خوب هست دیگه، نوب نیستم، اینا میذارن کنار، فقط 4 تا بد میگن که خودشونو بیارن بالا، که من میام با این قضیه اصلا اوکی نیستم. اینجا پشمم ریخت، خدای من چجوری اینو نهیده بودم اینجا. یعنی بچه های تکون نخورین کم کنین واقعا چیز قویه، طرف حتی سرپا بود من نهیدمش، اینه اومده این تانکر رو بگیره پشمام چه نهیدی کردم تو دهنش. عزیز دلم میخواین نهیده های امید فرا کنیم، کسبید بهش کریستینا جون. آره اینجا ناکنین بچه ها خیلی مهمه بدونین کی چه موقع لوت کنین. من اسلحه هام انقدی خوب نیستن، خب آدرم انقدی ندارم، یه درصد گفتم شاید اینی که تو تانک کشتم یه آدر داشته باشه، که متاسفانه دیدم پلیر ریوای شده است. از این ورم این نفر اینجا این کوچه خواست، من نبینمش که دیدمش رو، همونی که گذاشته و دنبالم. کارما عزیزم، میخواستی منو بکشی، کم کرده بودی کل بازی که منو بکشی. مره یه بویی اینجوری در دو سرویس میشه. خب بچه یه تانک اون وره، الان بهترین کار مهمترین کار چیه قبل اینکه زوم بیفته؟ را اینو صد بار بهتون یاد دادم و یه بار صد یکم بهتون میگم، سریع قبل اینکه زوم را بیفته به یه جای خوب توی زون جدید پیدا کنیم، مثل خونه پیدا کردن بچه منطقه جدید، میایم اینجا کنار این تانکه یه های گران روی تانک میگیریم، چند تا پشت سر هم نید میندازیم، بین نیدان یه سانتی متر تکون میخوریم. چرا؟ چون که اگه یه سانتی متر تکون بخورین دیگه هدشات نمیشین توسط اسنایپرا، اگرم هی تکون زیاد بخورین خوب نمیتونین تانکر رو نشونو گیری کنین که توش نید بندازین بچسبونین بهش، خاطر همین یکسان تکون بخورین بین نید انداختنتون. نکته مهم یه نشونه اومدی مثلا نشونه‌های احتیاط حرف بزنین، همش پرید انقدر در مورد بازی حرف زدین، یه نشونه دیگه بهتون سریع بگم بچه‌ها. نشونه بعدی دیگه اینه که شما حدوداً بالای 10000 تا کیت حداقل دارین، اگه مثلا ببین درصد داره، اگه بالای 100000 تا کیل دارین چه توی مولتی چه توی کلاسیک، این خودش نشون میده که چی؟ شما دیگه 100% به این بازی معتادی. اون دختر بود یا پسر بچه ها؟ چای سوال بود برام، بخاطر همین بقیهش رو نگفتم. آره اگه 100000 تا کیل دارین که دیگه 100% معتادین، اگه 90000 تا کیل دارین 90% معتادین، اگه 10000 تا کیل دارین 10% دیگه درصد اعتیادتون به کال اف دیوتی موبایل توی کامنت ها حتما بهم بگین. یه نکته مهمه دیگه بچه ها، اگه میخواین آخر بازی رو ببرین هول اصلا نشین، سری راش ندین رو طرف، نه که من دفندرم حاضر نبود راش ندادم. بهترین کاری که میتونستم کنم اینه که اول نقشه رو نگاه کنم، نقشه رو نگاه کردم دیدم خودم وسط زونم، اون طرف باید بیاد، این سنگرم پیدا کردم قشنگ رفتم روش، الان راحت پشتش رو میبینم، یه های گراند هم روش دارم، ولی طرف یه حرکت خوب زد، اونم این بود که یکی این کلاستر ها چسبون به این سنگه، خاطر همین من مجبور شدم چند ثانیه از این سنگه دور شم. اینجا دیگه دستم اومده بود طرف پلیر نوبی نیست دیگه، حداقل میدونی چوری نید بنازه، نید انداختنش هم خوبه، بخاطر همین دیگه ترسیدم سریع اون بالا نرفتم. طرفی اشتباهی کرد این بود که اسموک انداخت ولی خودش نزدیک به من نکرد، تقریبا میشه گفت حرکت اشتباهی بود، یعنی اون اسموک رو باید مینداخت خودش نزدیک به من میکرد، حالا نمیدونم چرا اچ پی نداشت و مرد. بای